لیلی پورزن، کارشناس مسائل زنان از تورنتو با ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم پورزن. این حجم از حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر رو چطور میبینید و فکر میکنین چه تغییری کرده در حقیقت جنبش دانشجویی؟ بله، من فکر میکنم که اون چه که مسلم هست، اگر نگاه کنیم به جنبش های قبل و یک نگاه دوباره به اون چه که امروز داره میگذره بکنیم، این هستش که جنبش دانشجویی که حدود 20 سال پیش شروع شد، یعنی پا گرفتش بیشتر، بعد جنبش سبز که خب جوانان و دانشجویان سردمدارش بودن، اینها همه به نوعی نتونستن صدای خودشون رو در به هم پیوستگی پیدا کنن. ولی اون چه که مسلم هستش، امروز دانشجویان ایران مانند بسیاری از اقشار دیگه مثل کارگران، کارمندان، معلمان، جوانان، زنان، از منیت‌های خودشون به نظر میاد گذشتن و بسیار به طرف انسجام اجتماعی و انسجام هدف، در واقع یک هدف‌های تعریف شده‌ای دارن که در مقابلش براش هزینه می‌پردازن و پشت همدیگه ایستادگی می‌کنن. اون چه که امروز من فکر می‌کنم ما داریم می‌بینیم این اعلام اتحاد سراسری دانشجویان هست. توجه داشته باشیم که داریم به پایان ترم نزدیک میشیم، در بعضی از شهرستان ها حتی شاید به پایان ترم رسیده باشه دانشگاه، و نقطه خیلی مهمی بودش که دانشجویان شروع کردن به مقاومت، برای که معمولا حکومت و در واقع رؤسای حکومتی دانشگاه ها در این زمان هستش که سرکوب رو بالا میبرن و بین دو سه ماه تعطیل تابستونی وقتی که دوباره ترم ها شروع میشه با فشار شدیدتر دانشجو رو سرکوب میکنن. این مقاومت و ایستادگی سراسر کشور، دانشجویان سراسر کشور، نشون میده که این جنگ روزانه تن به تن مردم، به خصوص قشر جوان که دانشجویان در صدرش هستن، با حکومت ادامه داره و دانشجویان سر تصمیم به کوتاه اومدن ندارن در مقابل اهدافشون. خانم پورزن، دانشجویان دانشگاه هنر در فراخوانی اعلام کردن که امتحانات پایان ترم رو تحریم بکنن. این اقدام رو چطور ارزیابی میکنید شما؟ ببینید، ما داریم در مورد سیستمی صحبت میکنیم که به خودش اجازه میده دانشجو رو تعلیق کنه، ستاره‌دار کنه، زندان کنه و جدیداً حتی مدارکشون رو منحل کنه. دانشجویان ایران واقعا موقعیتشون اونقدر در خطر هست دائما که بعد آینده ای ندارن، در مقابل خودشون نمیبینن در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی و کاری ایران در واقع. بنابراین اون چیزی رو، چیز زیادی ندارن که بخوان از دست بدن، به جز این که بخوان آزاد باشن، آزادی رو فریاد کنن و پشت همدیگه بایستن. من فکر میکنم اون چه که ما امروز داریم میبینیم در مورد مقاومت دانشجویان، به خصوص شروعش با دانشجویان دانشگاه هنر هست، یعنی این که پشت پا زدن به اون چیزی که دولت و حکومت به اونها به عنوان دانشگاه داره میده و خیلی راحت با هر در واقع واکنشی که دانشجویان نشون میدن و ازشون میگیره، سلب میکنه، ستاره دارشون میکنه، دستگیرشون میکنه. دانشجویان دارن میگن که ما نمیخواهیم، ما میخواهیم مثل همه سراسر دنیا آزاد باشیم، دموکراسی رو بتونیم تجربه کنیم و فریاد کنیم. من فکر می‌کنم این تجربه بسیار زیبا و نو هست برای ایران، برای ایرانی که جوان هست و دانشجویانی که این نوید، این آزادی رو دارن، این پرچم رو دارن به دوش می‌کشن.